صدها نفر از مخالفان دولت تایلند روز چهارشنبه با برپایی تظاهرات گسترده سعی کردند تا مانع از ورود کاندیداهای شرکت در انتخابات آتی در این کشور به محل ثبت نام آنها شوند معترضانی که خواستار ورود به محل ثبت نام نامزدهای انتخاباتی بودند با ممانعت پلیس ضد شورش مواجه شدند ینگلاگ شینوواترا نخست وزیر تایلند پس از هفتهها تظاهرات خیابانی مخالفان خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ دوم فوریه سال 2014 شده است وی همچنین روز چهار شنبه با اعلام خبر تشکیل شورای ملی اصلاحات گفت این شورا یک شورای واقعی با نمایندگانی از مردم خواهد بود انتخاب اعضای این شورا نیز با استخدام 2000 نماینده از مشاغل مختلف صورت خواهد گرفت مخالفان خانم شیناواترا خواهان کنارگیری و از قدرت هستند آنها میگویند وی تحت نفوذ برادرش تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند عمل میکند